مثلا ما اینجا داریم افغانستان و یا مطبیاتش. بعدا من در قسمت insert new slide مثلا ای از غزنی و این یا مطبیاتش به می اساس میم insert میکنیم یک سلاید دیگه هم مثلا ای از کندهار و به می اساس insert میکنیم مثلا یک سلاید دیگه هم به می اساس مثلا و بعدا میایم در قسمت سلایدای ما ایجاد شد میایم در قسمت فرمت میگیم دیزاین سلاید دیزاین و می اساس میگیم سلاید اولم به این شکل دیزاین داشته باشه سلاید دوم میگم به این شکل یک دیزاین داشته باشه و سلاید سوم هم به این شکل سلاید چهارم مثلا به شکل و بعدا میایم بالای سلاید اول. امروز در قسمت سلاید شو میخوانیم ویو شو. ویو شو وظیفه‌ش زمان یک سلاید ما انجام مثلا شد پس شد تو ما رو ببینیم به شکل فول. فقط چی انتخاب میکنیم؟ ویو شو. ویو شو رو بالاش کلیک کنیم چی شد؟ به شکل ویو شو بالاش کلیک کنیم لایت دیگه کلیک کنیم دیگه کلیک کنیم دیگه کلیک کنیم. این حالا ما از شارتکتش استفاده کنم میتونیم F5 فقط بدون از ویشو کنیم F5 از طریق کیبورد کنیم شار بتیم میتونیم که ویشو ببینیم و بعد میایم در قسمت سلاید شو ایجا داریم ستاپ شو سه کنین این حال در صورت که من اگر ویو کنم مستقیم هم کل سلایده رو میتونیم دیده یعنی ای افغانستان است، ای غزنی، ای کندهار و ای جلال آباد به شکل فول. اگر ما بیایم در قسمت ستاپ شو و در صورت در صورت که presented by a speaker full screen در صورت که آپشن تک باشه به شکل فول سکرین میتونیم ببینیم در صورت که آپشن دومیش تک باشه براوز by an individual window در صورت که آپشن تک باشه و بعدا ما ویو شو کنیم. آیا سکرول بار هم هست یا نه؟ فقط در این قسمت توسط سکرول بار اما در اینجا سلاید دای دیگه ما که بود پنهان شده این حالا به این شکل سعی کنیم گرچه سلاید شو هم کردیم فول نمیتونم دیده این دیگه سلاید این دیگه سلاید توسط چی؟ سکرول. اگه ما بیاییم بخواییم که مثلا سکرول هم نباشه پس در او صورت میاییم در قسمت ستاپ میگم سکرولش هم نشان نده که اینی سکرول بارا بود پیشتر فقط این را من تک میگم شو سکرول هم تک این حالا در صورتی که فایف افشار بتم سکرول ها اصلی و همی اساس بعدا میایم در قسمت سلاید شو ستاپ. اگر پس آپشن اولی رو بگیریم به کدام شکل نشون میده به شکل فول اسکرین و بعدا میایم در قسمت ستاپ و بعدا در اینجا داریم لوپ کانتینیو به اصطلاح کانتینیوسلی یونت اسکیپ به صورتی که ای آپشن تک باشه سگ اگر تک نباشه و از هدفش است افغانستان غزنی کندهار جلال آباد خلاص پس که دیگه کلیک کنیم داخل خوده پاور پایین میشه. این حالا در صورت که در این قسمت اگر ما بیاییم این آپشن اگر تک کنیم پس در صورت همیشه باز ادامه داره اگر خلاص شد پس اثر شروع میشه مثل که ما بله فقط میایم اگر ما سعی کنیم F5 افغانستان غزنی کندهار جلال آباد پس اثر افغانستان و به می اساس بعدا میایم در این قسمت اگر پس این آپشن تک باشه انجام نمیشه و بعدا داریم شو without narration در صورتی که آپشن تک باشه مثلا ما میایم در این قسمت میخوایم صدای ما ریکارد کنیم ریکارد narration به می اساس میخوایم و بعدا اوکی زمان که اوکی کنیم میخوایم که درباره از این مثلا میخوایم درباره کامپیوتر یک معلومات بتم هم معلومات میتم هم صدای ما ریکارد شوه این حال در صورتی که ریکارد میگم شوه مثلا باز میگم در این قسمت next چی شد؟ غزنی آمد. اگر مثلا به می اساس باز نکس بگویم چی نکس سجه بگویم چی کلک کنم یا میتونم که جه کلک هم کنم بالایش کندهار آمد یعنی زمین صدای هم ثبت شد خود داکومنت مثلا پاورپوینت این حال در صورت که اگر ما بخوایم ایره سیو هم میکنم پس در صورت که سیو کنم
دا ویو پاس می میگم نرمال. این حال پاس صدای ما دا این قسمه چی شده؟ اینجا صدا سینه ثبت شده. این حال اگر ما بیاییم دوباره دیجا سلایت شو کنم متوجه سی؟ معلومات است که دا خود داکومن هدف رسیدی؟ گفتم ریکارد نریشن. این حالا ما میخواییم که آدگه خوب تعویزه که مایک نباشه از کدام رسد. و بعد در قسمت سلاید اگر ما در ایجا بیایم بگویم شو ویداوت نریشن، یعنی نشان بده سلاید ما بدون مثالی که ریکارد شده، پس یه آپشن تک باشه نریشنش؟ نه. و بعد اینجا داریم شو ویداوت انیمیشن. مثلا میایم در سلاید به می شکل در قسمت سلاید انیمیشن اسکیم انتخاب میکنم، مثلا میگم به این شکل باشه. و ایران میگم به این شکل باشه. و ایران میگم به این شکل. و ایران میگم حرکت میتم. این حال در صورت که اگر ما F5 افشار بتم به این شکل سکونی حرکات هست، انیمیشن حرکاتش میگم. متوجه هستی؟ به می شکل حرکات در شد. این حال اگر من خواسته باشم سعی کنم تک کنم دیگه ایش باید کلک کنم دیگه ایش آمد سعی سنی؟ این حال ما می خواهیم که این حرکات داشته باشم و نشان داده نشه. و در او صورت میایم در قسمت سلاید ستاپ، پس چی میگم ویداوت انیمیشن. زمان کوکی کنم حرکات نشان نشان داد به می اساس میتونم بگویم ویداوت. و بعد دیگه قسمت اگر ما بیایم پس ایدنت کنم حرکاتشان شو میکنم. وظیفه از چی هست؟ مثلا اینجا ما میایم رنگ سبز انتخاب میکنم بعد اوکی. و در صورتی که فایف فشار بتم سعی کنم ماوس تکان بتین اینجا، مثلا سوال قبلی خودت بود از خودت گفته بودی چطور که اگر مثلا سکن یک کلک میکنم بعد از افغانستان کجا می؟ غزنی. پس چطور افغانستان رو بریم؟ پس ماوس فشار بده بیاد اینجا، پس بکش کن توجیز. و با می اساس این حال میاییم در این قسمت اوجا ما رنگ چی گرفته بودم؟ سبز. اگر من مثلا در اینجا بایم اینجا انواعی مثلا اینجا قلم هاست فقط بگو به این شکل میتونیم یک سیدر رسم کنیم. مثلا فهم چطور رسیدیم؟ و می اساس میتونیم یک چیز ریجه مثلا با یک دیزاین که مثلا خودم رو دیزاین کنیم با اساس یک دیزاین. پس ما رنگ چی هستن؟ پس اینمی رنگ هم میتونیم که از کجا تغییر بتیم؟ از قسمت سک زمان که اسکیپ افشار بتیم میگه کیپش میکنی یا دسکارت. اگه کیپش کنیم بالای زمو سلای درج میشه و به می اساس میتونیم از این قسمت رنگش تغییر بتیم. مثلا اگر سرخ بگیرم پس چی میشه؟ و به می اساس بعدن میایم در قسمت سلاید شو ستاپ. و بعدن اینجا داریم آل. وظیفه آل چیسته؟ شو سلاید. چی را شو کنه؟ چقدر سلاید؟ اگر آل انتخاب کنیم هر چقدر سلاید گوشه باشیم. اگر ما بگویم فرام میگم از سلاید یک تا سلاید دور نشان بده دیگه شنه نشان. پس بعدن اوکی. این در صورت که بیایم سلاید اول ما افغانستان است، سلاید دوم ما غزنی. نه سلاید دیگه آمد دیگه کلک خلاص شد. و اگر پس بخواییم که در قسمت سلاید پس حالا بگیری حال. و بعد انداریم میخواییم که مثلا 30 سلاید داری، از او 30 سلاید مثل که ما در پیش ستاپ داکومنت ورد داشتیم که مثلا صفحه اول 20 50 80 چاپ شده، دیگه میخواییم سلاید اول 20 30 40 ما ببینیم خودم بخواه بخواد. پس در صورت از کستوم ویو از کستوم شو استفاده میگیریم. فعلا چرا غیر فعال است؟ هنوز ما کستوم شو را تک نکردیم. اولا میایم در قسمت سلاید میگیم کستوم شو. در کستوم شو که آمدیم بعدا میگم نیو، میگم کدام سلاید نشان بده از افغانستانه، عدش میکنم دیگه کدام سلاید از کندهار صحیح کن. پس به می اساس بالایش آمده و به می اساس تو فکر کنی 20 سلاید داری، اون 20 سلاید هر کدامش که میخوای از مثلا 5 دانه بود 6 دانه بود یک سلاید انتخاب کنی. و مثلا میگم آخرام جلال آباد ات کن و بعدا میگم اوکی.
اوکی. یکی خوب بود از یک میافتیم تا دانه نشون میده. بازو فکس بوده. از یک تا ده کلش نشون میده. این به اساس است که از بین 100 دانه 20 دانه شند. خب میگنی از هر قسمت. و بعدن میگم کلوز. الان در صورت که دیگه قسمت ما بیم چی فال شد؟ کستم شو. ایره تک میکنم و بعدن کستم شو ایمو بنام چیز؟ کستم شو وان. و بعدن میگم اوکی. الان در صورت که من فایف فشار بتم افغانستان بود و دیگه کندهار آخرش هم کجا بود؟ جلال آباد. آخرش هم جلال آباد. سه کستم شو را منتخاب کرده بودیم خلاص. و با می اساس میایم در قسمت خواه اشکی یک سلاید دیگه ایجاد کنم. انسرت سلاید مثلا به می اساس یک سلاید دیگه هم انزرت میکنم. و بعد میایم در قسمت سلاید دیزاین. میگم این سلاید سلیکتد سلاید و این سلاید اولم و این هم سلاید پس میایم در قسمت سلاید شو و بعدن ستاپ شو. و بعد از این ما داریم اینجا منوالی. منوالی هدفش یه دستوریتی که مثلا یکی ما داریم منوالی یکی using timing f present. اینا رو سعی کنین شما قبلا چطور بتانیم که همین سلاید های خود به شکل اوتوماتیک شو کنن. یعنی ما کلک میکنیم شو میکنه پس او صورت تشیز فرام میکنیم using timing f present. اولا میایم در صورتی که آپشن فعال باشه میایم در قسمت سلاید چی میگیم؟ rehearse timing. در صورتی که من ایره تک کنم بعدا اینجا تایم است میگم دینامی تایم ایره نشان بده چی ره افغانستانه بعدا در این قسمت میگم نکس میگم بعد از او ایره به شکل اوتوماتیک اینجا میمانم تا چند ثانیه نشان بده این مربوط به خودم است مثلا بعدا میگم بعد از این پاکستان ها نشان بده و با می اساس بعدا خلاص شد بعدا میگم یس زمانی که یس کنم میایم در قسمت ویو میگم نورمال. این حال در صورتی که فایف فشار بتیم بدون از یک مکلک کنم اوتوماتیک هر چقدر سلاید که داشته باشیم ستیپ بای ستیپ آمده میره در صورت ثانیه شکل کندهار یعنی قبلا چی میکریم؟ کلک میکریم اما حاله و با می اساس شکی جایی کار دست متوجه سین این حال اگر پس بخوایم که این خب اساس تایمینگ شده اگر به اساس مثلا منوالی بیه پس یه آپشن تک کرده اوکی پس در صورت باز نال تایمینگ ها داریم باز خودم کلک کنم کندهار جلال آباد اونو به شکل چی بود؟ به شکل اوتوماتیک. و با می اساس بعدن در این قسمت ما داریم یوز هاردویر گرافیک اکسلریشن. در صورت که آپشن تک باشه تا کدام حد ما میتونیم که بسلا از مطبیات از این ما میتونیم استفاده کنیم یعنی اگر ما بیایم میگم یعنی امو خاصیت کالرش خدر باشه ما میتونیم ایجا انتخاب کنم یعنی اگر من ایره انتخاب کنم بسیار ضعیف است اگر من مثلا در این قسمت ایره انتخاب کنم نرمال است اگر من کرنت به این مانو چیزی که نمیجسته اونو شکل چی میشه؟ برنده میشه و اگر بخوایم در این آپشن ها مشکل داشته باشم بالای تپس آمده و بعدا تمام معلومات ایجا برای ما ظاهر میشه میتونیم که در قسمت هر چیز ما معلومات بگیریم و بعدا میایم در قسمت سلاید شو و درس امروز ما خوری کارت نریشن هم چی میکنن؟ سلاید ما را مثلا با اساس یک تشریحات درج میکنه که قبلا ما استفاده کردیم و درس ما امروز هم اینجا بس